гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوام چند دقیقه که در اختیار داریم درباره مهمترین مسائل رو صحبت خواهیم کرد. در تاجیکستان متخصصانی به سنی نفقه رسیده رو از کار آزاد میکنند. سال گذشته کارمندان دولتی رو اختصار کردند. امسال نوبت کارمندان بخش طب رسیده است. حکومت به این منوال نقشه دارد جای های کاری برای متخصصان جوان مهیا سازد. اما به ادعای کارشناسان این اقدام میتواند ضربه نظررس به تمام بخش تندرستی گردد. سفربек خلیل موضوع رو ادامه میدهد. در اولهای ماه فوریه، محمد سعید عبیدالله، رئیس شهر دوشنبه دستور داد که در ساحه تندرستی شهر نسبت رهبرانی به سن نفقه رسیده تدبیرهای عملی اندیشیده شده و وظیفه‌های رهبری کننده متخصصان جوان و لیاقتمند جلب گردند. جای دکترانی کهنسال ولی با تجربه که معلومات را در مؤسسه‌های عالی دوران شوروی از جمله مکتب آن وقت خیلی معروف دانشکده دولتی طبی تاجیکستان گرفتند که خواهد گرفت. این و چند سوال دیگری در رابطه با این دستور باعث نگرانی جامعه گشت. زیرا امروز جوانان امکان دارند که از دختران اصیل تجربه خوب و معلومات نورسیده را گیرند. باباقل مومینوف رهبری ریاست تندرستی شهر دوشنبه از کارهای انجام شده گزارش میدهد. پیشبری رهبرو تا 1 اپریل ده مهلت از کار آزاد شدند 5 نفر. نفقه خوران با خواهش خود از کار نمیروند. در اصل این تنها خواهش رهبریت است که دستوری منصبداران والا مقام را اجرا میکنند. تقدیر، سلامتی و حتی زندگی چندی نفران اکنون به دست ختم کنندگان این موج تجارتی میافتند که به جای متخصصان کهنسال می آیند. سهیلا جوانزنی که معلومات میانه طبی دارد فرزندانش را هنگام ضرورت به نزد دکترانی با تجربه می برد. من به طبیب کهنسال مراجعت می نمایم چون که دانش و تجربه غنی داشته معالجه درست و خوب می نمایم. من به دکتران جوان اعتماد ندارم. قرار از کار آزاد کردن دکتران نفقه خور امری خیلی سخت نسبت به قشر آسیب‌پذیر جامعه است. میگوید دولت یک ساکن شهر دوشنبه چنین به نظر می رسد که تشبثکاران این قرار از شرایط زیستی کهنسالان ما تصورات ندارند. میگوید او برای من در مورد مراجعت به طبیبان بهتر است که مراجعت کنم به یک طبیبی که از این سال گویم که نسبتاً کلانتر زیرا که او تجربه کافی دارد معاینه میکند در او حالت میتواند که هم از نظریه و هم از او تجربه کاری خود کار گیرد. خلون دادوی متخصص ساحه تندرستی که بیش از 45 سال تجربه کاری در این ساحه را دارد اظهار میدارد که با وجود شرایط خوبی کاری در حال حاضر برخی از دختران جوان ذوق و شوق کار کردن را ندارند. نظر به سوال شورای اصول کامپیوتر نبود. اوتر هم وقت کامپیوتر زات کمتر سستانه ذوق هم کار نیست. روز بگذرشی آدم های پیش همی ذوق میکردن که کار که نکنم نمیشود پاگه من چی خیل اچوت میتم چی خیل اچوت میبرم. معاش کارمندان تیب بلند نیست. از این رو متخصصان جوان رو برای کار کردن در بیمارخانه ها جلب کردن مشکل است. همزمان اکثران کسبیت این جوان رو زیر سوال میمونند. زیرا از سبب جنگ شهروندی در تاجیکستان سالهای 90 یک نسل جوانان نتوانستند معلومات خوب گیرند. با وجود خدیجه عزیزوه یکی از ختم کنندگان این دانشگاه دولتی تاجیکستان به این باور است که در میان محصلین دانشجویان لیاقتمند کم نیستند. از جمله خود او ساحه خود را خوب از بر نموده همزمان داننده خوبی زبانهای روسی و انگلیسی هست و بر زم این کار با کامپیوتر را بلد است. شرایط تحصیل خوب بود. معلمانم ناز بودن درس میدادن. کتاب هست، تکنولوژی موثر هست. از گروه ما که 12 نفر که ما ختم کردیم خدا به شکر هممون وظیفه داریم. ناز کار کرده استیم با سواد خود. حکومت کشور تاکید بر آن دارد که جوانان باید به کار تامین کرده شوند وگرنه آنها می توانند به گروه های تندگرا جلب کرده شوند. به این گروه ها باشد جوانان سالم و صاحب معلومات ضرورند. شادمون احمدوف سردار شعبه تحلیل اداره و رابطه با جامعه دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان باشد سطح کاردانی ختم کنندگان این دانشگاه را در سالهای اخیر خوب ارزیابی می نماید. سطح و صفت تعلیم البته خیلی بر اعلی حس می شود. اگر که مثلا در سالهای 2005 صفت تعلیم تا 25% را تشکیل می داد امروز الکای
کیفیت تعلیم در دانشگاه موافق استانداردها از 40% بالا رفته است. این البته گواهی می‌دهد که سطح و صفت دانشجویان نسبت به 10 سال پیش تا 10 تا 12 مراتب متناسبا بالا رفته است. علاوه بر این میتوان دستاوردهای دانشگاه را در سمت کادرهای خوبی ارزیده علاقه در تجربه در عملیات امروز میتوانند مردم کشور مشاهده کنند. جوانان صاحب استعداد دانشگاه را ختم کردند، امروز علاقه با فعالیت پرمحصول طبیبی مشغول است. در همین حال اختصار کردن کارمندان بخش طب در کشور ادامه دارد و اندیشه کارشناسان در تاجیکستان چند ساحه موجود است که بدون کارشناسان نفقه خور کاری آن را تصور کردن غیر امکان است، از جمله بخش طب. اکثریت نفقه خوران به خاطر کار ادامه می دهند که روزگارشان را به نفقه گرفته شان پیش برده نمی توانند. امروز نفقه میانه در کشور تقریبا 250 سومونی معادل 30 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نفقه را در تاجیکستان بار اخیر سال 2013 بلند برداشته بودند. سفربیگ خلیل، دوشنبه. سامیانی گیرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهودا نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. و شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با میخوایم در همین وقت روی همین موج و بازم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.